بسم الله الرحمن الرحیم. روز همه عزیزا بخیر. خوشحال هستم که گزارش یک ساله کارکردهای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را رؤوسش تنها خدمتان ارائه بکنم. جزئیات گزارش به صورت کتبی از طریق وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نشر میشه و در زمیمهش ویدیوهای کوتاه تصویری هم به خاطر توضیح بهتر گزارش و آسان دسترسی آسان به محتویاتش قابل دسترس به تمام شهروندای عزیز جمهوری اسلامی افغانستان قرار خواهد گرفت. به صورت کوتاه، سالی که گذشت یک سال پربار بود در سه خدمات ملکی افغانستان، به این معنا که تلاشای ما در سال گذشته بیشتر از پیش در جهت تقویت بنیادهای اساسی رشد و انکشاف دستگاه خدمات ملکی افغانستان و مؤثریت بیشترش روی دست گرفته شده بود و به ثمر رسید. به عنوان نمونه و مثال، ما در ظرف یک سال گذشته نزدیک به 30,000 کارکن خدمات ملکی را از طریق رقابت آزاد، شفاف و اشتراک همگانی استخدام کردیم. این تعداد بیشتر از 100,000 درخواست کننده و مراجع کننده به کمیسیون بعدی که از طریق رقابت موفق شدن به پست‌ها گماشته شدن. از لحاظ آماری این یک رقم بی‌سابقه است در تاریخ خدمات ملکی افغانستان، تا این تعداد افراد به صورت بی‌طرفانه، شفاف و مسلکی بتوانند استخدام شوند. در عین حال تلاش‌های ما در سال گذشته در جهت تقویت کیفیت استخدام‌های خدمات ملکی بوده. ما ساختارهای لازمه را که بتوانه کیفیت رقابت ها را، محتوای امتحانات را بهبود ببخشه رویش کار کرده ایم و خوشبختانه هر آن کسی را که از طریق رقابت های خدمات ملکی حداقل در ظرف 6 ماه گذشته موفق شدن و استخدام شدن، از کیفیت و تخصص بیشتر برخوردار هستند و یک خبر خوش است برای مردم افغانستان. به منظور برگزاری امتحانات شفاف و عادلانه و خارج از مداخله انسانی و نفوذ سیاسی، ما مراکز امتحانات خدمات ملکی را، مراکز الکترونیک امتحانات خدمات ملکی را حداقل در 8 ولایت افغانستان ایجاد کردیم. کار 14 ولایت دیگه در حالت تکمیل شدن است و تا پایان سال 1399 هجری شمسی تمام افغانستان از مراکز امتحانات الکترونیک برخوردار خواهد شدن. نقطه دوم از پیشرفت‌هایی که در سال گذشته داشتیم به عنوان یک پیشرفت مهم و عمده ای است که ما برای اولین دفعه است آمار تمام کارکنان خدمات ملکی افغانستان در اختیار داریم. ای که به صورت فیزیکی ما توانستیم در سراسر کشور تمام کارکنان از نزدیک ببینیم، مطمئن بسازیم که اونا وجود دارن، نشان شستشان اما معلومات بیومتریکشان و سوانهشان تکمیل کردیم از طریق یک سیستم را که از طرف جوانان متخصص و کارای عرصه تکنولوژی معلوماتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری ای سیستم تدوین شده، انکشاف یافته و مورد بهره برداری قرار گرفته. گزارش مفصلش و یافته های عمدهش به زودی خدمت مردم شریف افغانستان شریک خواهد ساختیم. ای گام به صورت گسترده مردم و دولت افغانستان کمک خواهد کرد تا بتوانند تمام برنامه های انکشافی خود، چی در عرصه منابع انسانی و سرمایه های بشری، چی در عرصه خدمات به صورت درستش بر بنیاد معلومات دقیق مستند تدوین و تنظیم بکنن. عرصه سوم که برای ما اهمیت قابل ملاحظه داشته، برای اولین بار ما تغییر فرهنگ سازمانی را به عنوان یک کمپاین گسترده در دستگاه خدمات ملکی افغانستان برای انداختیم. چرا این کمپاین تغییر فرهنگ؟ ای به این دلیل که ادارات افغانستان باید شهروند محور شوند، باید خدمات محور شوند، باید از اندکترین منابع خود بیشترین
استفاده را در ارائه خدمات برای مردم افغانستان استفاده بکنند. با او دلیل از کمیسیون آغاز شده در چند اداره به شمول وزارت محترم کار عمومی و اجتماعی برنامه تغییر فرهنگ سازمانی روی دست گرفته شده و انکشاف پیدا میکنه در سال پیش روی. آنچه مهم است به عنوان مثال ای که کمیسیون تبدیل شده به یک نهاد شهروند محور. به عنوان مثال ما در ظرف یک سال گذشته تنها در مرکز خدمات مراجعین خود یا مشتریان در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بیشتر از 40,000 شهروند پذیرایی کردیم، خدمات برشان به صورت مستقیم و رو در رو برشان فراهم شده. همکارای ما در مرکز پذیرش و در مرکز خدمات مشتریان و مراجعین با تمام حسن کار، تلاش، دقت، تعهد و مهربانی که مکلفیتشان است به شهروندان خدمات فراهم کرده. من امیدوار هستم که در سال پیش روی این فرهنگ و رفتار گستردگی در تمام نهادهای خدمات ملکی افغانستان پیدا بکنه و در سطوح واحدهای درجه دو و درجه سوم انکشاف پیدا بکنه. عرصه سوم که اساسی و استراتژیک و بنیادین است، برای اولین بار نقشه راه یا راهکار 5 ساله انکشاف و مسیر فعالیت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را ما تدوین کردیم و این استراتژی و راهکار کمک میکنه کمیسیون تا از لحاظ ساختاری و محتوایی انکشاف و رشد بیشتر پیدا بکنه و بتانه او مکلفیت های قانونی را که داره به صورت مؤثرتر، مثبتترش و با یک دید واضح تر و دراز مدت بتانه تامین بکنه. در عین حال ما نقشه راه 10 ساله را در حال تکمیلش هستیم. نقشه راه 10 ساله اصلاحات تمام دستگاه خدمات ملکی افغانستان. این اصلاحات بیشتر متوجه سایر ادارات خدمات ملکی افغانستان، وزارتخانه ها، ریاست ها، ادارات واحدهای دومی در سطح ولایت و ادارات واحدهای سومی در سطح ولسوالی ها است. تا تمام دستگاه خدمات ملکی به یک هدف فعالیت بکنن و او ارائه خدمات بی‌طرفانه مؤثر در یک مدت کوتاه برای تمام شهروندهای افغانستان. آنچه ما در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی انجام دادیم تمامش از طریق بودجه ملی انکشافی و بودجه عادی خود کمیسیون بوده. ما چی انکشاف زیر ساختارهای تکنولوژیک است، چی نظم و دیسپلین در کمیسیون است و چی تمام خدمات را که کمیسیون انجام میده از طریق مدیریت مؤثر بودجه کمیسیون بوده. ما نزدیک 99% خدا که یک ریکارد عمومی است در تمام ادارات افغانستان، 99% بودجه انکشافی خود مصرف کردیم به صورت مؤثر مدیریت شده و 98% بودجه عادی خود مصرف کردیم. تقلیل استفاده بودجه عادی یکی از رازهای مؤثر مصرف کردن بودجه است. آنچه مهم است تا بودجه انکشافی است که باید به صورت کامل استفاده شود و مصرف شود و کمیسیون خوشبختانه تانسته 99% بودجه انکشافی خود مصرف بکنه و خدمات خود از طریق ارائه بکنه. اصولی را که ما در نظر داریم، اداره ما به عنوان کمیسیون و تمام دستگاه خدمات ملکی در آینده افغانستان از او رعایت بکنن، او را دنبال بکنن، 3 اصل است. اصل اولی بی‌طرفی دستگاه خدمات ملکی افغانستان است که خارج از هر گونه دید جنسیتی، هر گونه دید سیاسی، هر گونه دید سمتی و زبانی بتانه تمام خدمات خود برای تمام شهروندا خارج از تمام این دیدگاه ها به صورت بی‌طرفانه، منصفانه و مساویانه ارائه بکنه. اصل دومی که این دیدگاه 10 ساله و نقشه راه 10 ساله تأمین بکنه و رهنمای کار همکارای ما در کمیسیون خواهد باشه، بحث ای است که تمام اقداماتشان باید با وحدت ملی افغانستان کمک بکنه و ثبات سیاسی افغانستان تقویت بکنه. اصل سومی را که ما دنبال میکنیم و نقشه راه کمیسیون
رهنمود همکارای ما خواد بود به عنوان یک اصل عمده. چی در 3 سال گذشته، چی در سال گذشته و چی در سالهای آینده، بحث ای که تمام خدمات ما به یک هدف جهت داشته باشه و ای که افغانستان بتانه از لحاظ اقتصادی بهبود ببخشه، بر رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به صورت مؤثرش کمک بکنه و یک اقتصاد پویا را تسهیل بکنه برای مردم افغانستان. تا از اون طریق است تا ما بتانیم از وابسته بودن به کمک‌های دیگران نجات پیدا بکنیم و با افتخار به منابع داخلی خود از طریق دستگاه مؤثر خدمات ملکی افغانستان بتانیم به مردم خود خدمات را ارائه بکنیم و مستقلانه در عمل کرده خود حضور داشته باشیم و برای نسل‌های آینده افغانستان متفاوته برمغان بدیم. تمام تلاش‌هایی را که همکارای ما انجام دادن آری از چالش‌ها نبوده. ایجاد اصلاحات به تلاش مستمر نیاز داره و در مسیر اصلاحات و بهینه ساختن دستگاه خدمات ملکی موانع گسترده هم وجود داره. تعهد ما این است که چالش‌ها را با تدبیر باش برخورد بکنیم، ولی برای حزبین بردن چالش‌های فرار روی اصلاحات اداری نیاز است تا حمایت تمام مردم افغانستان با خود داشته باشیم. این بسیار مهم است که او کسایی را که از خدمات مؤثر کمیسیون برخوردار شدن خاموش نباشند و در مورد بهبودی‌هایی را که اتفاق افتیده صحبت بکنند. اکثرا اونایی را که مانع اصلاحات هستند و در جهت مخالف اصلاحات هستند و احساس میکنند اصلاحات فضا و امکاناتشان را محدودتر میکنه و امتیازاتشان را تهدید میکنه، اونا صدایشان بلندتر است و در اکثر موارد برای جلوگیری از اصلاحات با عملکردهای متفاوت به شمول مداخله سیاسی اقدام میکنند. برای جلوگیری و مقابله با اون نوع رفتارا نیاز است تا شهروندای خوب افغانستان با صداقت و اونایی را که مستفید شدن از خدمات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و از اصلاحات در کل دستگاه حکومت با جرأت و شهامت و صداقت از اصلاحات یاد بکنن و ازش دفاع بکنن، تا اونایی را که صدایشان بلندتر اما تعدادشان محدودتر از علیه اصلاحات استاد میشن، اونا نتانن برای جلوگیری از اصلاحات موفق شن. زنده باشین. خداوند افغانستان و شما را در پناه خود داشته باشه.